با سلام خدمت بینندگان تلویزیون ایران آزادی، با شعار میتوان و باید ایرانیان و هواداران مقاومت هر روز و هر هفته در مقابل پارلمان سوئد جمع شدند و برای دلیل قرار دادن سپاه تروریستی آخوندی فریاد زدند. این فریادها از دیوارهای بتونی پارلمان سوئد رد شد و دیروز 349 پارلمانتر سوئد و از 8 حزب سوئد به تروریستی بودن سپاه پاسداران رأی مثبت دادند و اون رو تصویب کردند. این عمل در تمامی روزنامه‌ها و مدیای سوئد انعکاس بسیاری داشت و فکر می‌کنم جواب محکمی بود و به جایی بود به جنایت اعدام شهروند سوئدی ایرانی که در ایران در چند روز گذشته اعدام شد. دو توییت در این رابطه برای شما میخونم و به سمع نظرتون میرسونم. یکی از آقای مارکوس ویشل، نماینده پارلمان سوئد، که توییت کردند: ساعت 16:15 دقیقه امروز، زمانی که پارلمان سوئد به اتفاق آرا تصمیم گرفت به پیشنهاد من مبنی بر تروریستی بودن سپاه پاسداران رأی مثبت دهد، تاریخ را نوشتیم. سخت کوشی منجر به این شد. بابت تمامی حمایت های شما متشکرم. اکنون ما به مبارزه برای توقف ظلم در ایران و دادن حق اساسی مردم ایران به آزادی ادامه خواهیم داد. همچنین آقای روتگن از روابط خارجی پارلمان آلمان اینگونه همکاران خودشون رو خطاب قرار دادند: شرم‌آور است احزاب حاکم در بوندستاگ به نفع قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی صحبت نمی کنند. من به همکارانم در سوئد تبریک می گویم. شرم‌آور است که احزاب حاکم در بوندستاگ پارلمان آلمان آمادگی به ابتکار فراحزبی را ندارند تا صریح و روشن به نفع قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی صحبت کنند. بهنام ترک زبان، استکهلم، سوئد.